قارنشینی در اهواز یکی از افتخارات نظام غارت و سوغات ولایت فقیه در ایران است. اینجا حصیرآباد پایتخت نفتی ایران است. محله‌ای با درهای حلبی در دل کوه. در سال اینجوریه. همه اومدن سرکشی کردن، دیدن کردن و هیچ اقدامی نکردن. باشگاه خبرنگاران جوان 24 اردیبهشت. خیابان مذکور از لحاظ بافت جغرافیایی در وضعیت نامناسبی قرار داشته و بسیار صعب العبور است که امکان تردد خودرو نیز وجود ندارد و باید اصلاح شبکه آن به صورت دستی انجام شود. از سر شب که میشه باید کل این جمعیت بیان اینجا، سر نوبت بیستن اینجا، پمپ بزنن، یکی یکی آب بگیرن. در اینجا خبری از توصیه‌های بهداشتی نیست. ماسک و دستکش کمتر دیده می شود و آبی نیست که با آن دست بشویم. در روز یک ساعت تا یک ساعت و نیم هر کی رسید آب میگیره، هر کم نرسید دیگه ایش میره برای روز بعد اگه آب گیرش بیاد یا نه. الان اینا آب میگیرن شب که میشه، من آب برام نمیاد. سه روز آب برام نمیاد، تا دیشب تا صبح نخوابیدم آب گرفت. محدودیت های آب و برق و بهداشت و بیکاری از دردهای همیشگی حصیرآباد است. روزنامه همشهری: جمعیت فعال اقتصادی این منطقه 8140 نفر است که 7000 نفر از این تعداد بیکار هستند. ما از نظر بهداشت اینجا آبمون خوب نیست. لوله‌ها که از پایین شکستن با آب فاضلاب قاطی میشن. نصیرآباد با یک باران سیلاب میشود، با یک تکان فرو میریزد و اکنون در داغ غارت و جنایت و کرونای ولایت میسوزد.